سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به ویدئوی یک روز با مرجان. خب من یه عادت بدی که دارم اینه که قبل از صبحونه 1000 تا کار انجام میدم، بعد میرم سراغ صبحونه. از اونجایی که من گیاه خارم باید خیلی به پروتئینم توجه کنم، واسه همین میخوام صابونه خوراک نخود بخورم که مثل همون خوراک لوبیا درست میشه و خیلی هم خوشمزه است. خب قهوه هم که جز واجباته، قهوه رو بزنم و برم آماده شم برم تمرین. خب بچه ها، من آماده شدم برم یکم بدوم. نمیدونم که برم یه پارک نزدیک خونم بدوم یا برم پیست دوچرخه بدوم. حالا این هنوز تصمیم نگرفتم، ولی خب بلن پلن اینه که برم بدوم. خب بچه ها، تصمیم گرفتم که برم پیست بدوم، پیست دوچرخه. احساس کنم که اینجوری راحت ترم و اینکه همین دیگه. Let's go. خب بچه ها، من نیم ساعت دویدم و خیلی چسبیدم. با اینکه آفتابه ولی این نسیم خنکی میاد که خیلی هوا رو خوب کرده. بریم یکم آب بخوریم. آخیش، از خودم راضیم. بچه اینجا خیلی خوشگله، میخوام اون کنار رو بهتون نشون بدم. رودخونه رد میشه. ببینید چقدر خوشگله. واید بگیرم. من اومدم اینجا نشستم که ذره ریلکس کنیم، حالا که تمرینمون رو انجام دادیم. بعد میخوام راجع به اون احساس کافی بودن صحبت کنم. یادتونه که یه استوری گذاشتم و پرسیدم که آیا احساس کافی بودن میکنی؟ بعد جواب داده بودین و حالا من میخوام جواباتون رو بگم و اینکه یکم راجبش صحبت کنیم. خب بچه ها، من جواباتون رو خوندم که راجب اون احساس کافی بودن صحبت کرده بودین. خب یه سری ها گفته بودن که آره من از خودم راضیم و خب این خیلی خوبه، ولی یه سری ها گفته بودن که نه، من احساس کافی بودن نمی کنم چون که خب شاید هنوز به آرزوهاشون نرسیدن. حالا من میخوام تجربه‌ای که خودم داشتم و بگم. مثلا من با خب این همه موفقیتی که داشتم و اینکه خب توی ورزش به تقریبا به همه آرزوام رسیدم، ولی به یه جایی رسیدم یهو دیدم که خیلی دارم به خودم فشار میارم و
انگاری که احساس میکردم من همش باید بیشتر و بیشتر به دست بیارم. خب این اصلا خوب نیست. و به اینجا که رسیدم فهمیدم که شاید اصلا من اصلا احساس کافی بودن نمی کنم و این خیلی باعث شد که من تغییر کنم. اینکه یکم من به اون آرامشه فکر کنم توی زندگی، نه اینکه خب برجان تو همش باید مدال بگیری، تو همش باید موفق بشی، هی مدال بگیری مدال بگیری، تا اون احساس کافی بودن رو داشته باشی، که این احساس اصلا توی من به وجود نیومد. و فهمیدم که کلن باید از زندگی لذت ببریم و اون هدف رو داشته باشیم که بتونیم با هدف زندگی کنیم و انگیزه داشته باشیم، نه اینکه اون هدف واسه بشه که ما هرچی هم به دست بیاریم اون آرامش رو نداشته باشیم و اساس اینکه تو خب کافی هستی، تو بنزه کافی مثلا تلاش کردی رو مثلا نداشته باشیم. خلاصه که خیلی دوست داشتم راجع به این موضوع باهاتون صحبت کنم و احساس خودم و تجربه خودم رو بگم. و اینکه یه موضوع دیگه این که یه سری از اشخاص توی زندگیمون باعث میشن که ما احساس کافی بودن نکنیم و این اشخاص کسایی هستن که اعتماد به نفس ما رو میارن پایین، شاید خیلی انرژی منفی میدن یا شاید اصلا یه سری ها خوب ما رو نمیخوان و همش اعتماد به نفستون رو میارن پایین. اینا هم بهش توجه کنید و خلاصه که منتظر نباشید تا به اون آرزو برسید بعد احساس خوشبختی کنید و احساس کافی بودن. احساس خوبی توی زندگی برای خودت درست کن، اول اون احساس خوشبختی و خوشحال بودن رو باید داشته باشی و بعد توی همین جهت هم بری دنبال آرزوات، اینجوری حالت همیشه خیلی خوبه. ولی اگه منتظر باشی که یه موفقیتی باعث بشه تو خوشحال زندگی کنی، مطمئن باشید که این پیش نمیاد. و همین دیگه، امیدوارم که همیشه خوشبخت باشید، همیشه با آرامش زندگی کنید و به همه آرزوهاتون برسید. دوستای عزیزم مرسی که همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. دوستتون دارم. فعلاً.